مقام‌های اسرائیل کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس به دست سربازان این کشور را رسما تایید کردند. ابتدا اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه 26 مهر ماه اعلام کرد که یحیی سنوار رهبر گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، به دست سربازان اسرائیلی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه کشته شده است. تایید نهایی هویت یحیی سنوار بر اساس آزمایش‌های DNA و سایر آزمایش‌ها انجام شد. ابتدا بخشی از انگشت او برای انجام سریع آزمایش‌ها ارسال شد و روز پنجشنبه جسد او از محل خارج شد و به اسرائیل انتقال یافت. بر اساس بیانیه مشترک ارتش و آژانس امنیت ملی اسرائیل شینبت، عملیات نظامی در این منطقه که گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از مخفی شدن رهبران حماس در آن بود، طی چند هفته گذشته ادامه داشت. بنابراین گزارش، در جریان درگیری‌های چهارشنبه 25 مهر ماه، نیروهای تیپ 8/128 ارتش اسرائیل به سوی یک ساختمان آتش گشودند که در جریان آن 3 نفر کشته شدند. به نوشته این بیانیه مشترک، نیروهای اسرائیلی ابتدا متوجه حضور یحیی سنوار در میان کشته شدگان نبودند و صبح پنجشنبه با بررسی ساختمانی که هدف قرار گرفت متوجه شدند که یکی از 3 فرد کشته شده به یحیی سنوار شباهت دارد. همچنین ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه ویدئویی را که یک پهپاد ضبط کرده است منتشر کرد که لحظات آخر زندگی یحیی سنوار را در حالی که زخمی است نشان می‌دهد. تایید کشته شدن یحیی سنوار موجی از واکنش‌ها را در اسرائیل و در جهان به دنبال داشت. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک پیام ویدئویی ضمن تایید کشته شدن یحیی سنوار، رهبر نظامی حماس در عملیات نظامی اسرائیل، گفت الان زمان این رسیده است که غزه از شر حماس رها شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه پنجشنبه گفت که مرگ یحیی سنوار امکان پایان دادن به محور گروه‌های شبه نظامی تحت رهبری ایران و فرصتی برای صلح در خاورمیانه فراهم کرده است. نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدئویی خود افزود محور ترور که توسط ایران ساخته شده است در برابر چشمان ما فرو می‌ریزد. او با بیان اینکه نصرالله رفت، معاونش محسن رفت، هنیه رفت، زیف رفت، سنوار رفته است، گفت حکومت وحشتی که رژیم ایران بر مردم خود و بر مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن تحمیل کرده است نیز به پایان خواهد رسید. نتانیاهو همچنین با اشاره به وضعیت گروگان‌های اسرائیلی گفت ما این جنگ را تا آوردن همه گروگان‌ها به خانه ادامه می‌دهیم. نتانیاهو به مردم غزه گفت یحیی سنوار، رهبر حماس، زندگی آنها را نابود کرده است. او افزود که سنوار به مردم گفته بود که مانند شیر است، اما در واقع در یک تونل تاریک پنهان شده بود و زمانی که از ترس از سربازان اسرائیلی فرار کرد کشته شد. نتانیاهو تأکید کرد که حماس دیگر غزه را اداره نخواهد کرد و این آغاز دوران پس از حماس است. او همچنین خطاب به اعضای حماس گفت هر کسی که گروگان‌های اسرائیلی را نگه دارد و سلاح‌هایش را زمین بگذارد و گروگان‌ها را آزاد کند زنده خواهد ماند، اما هر کسی که به گروگان‌ها آسیب بزند کشته خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به اینکه یحیی سنوار مغز متفکر مرگبارترین حمله به یهودیان از زمان هولوکاست است و بدترین حمله به دولت یهود از زمان تأسیس اسرائیل بود، گفت او در رفح توسط سربازان شجاع نیروهای دفاعی اسرائیل کشته شد. بنیامین نتانیاهو خطاب به مردم غزه گفت این جنگ میتواند فردا پایان یابد اگر حماس سلاح‌های خود را زمین بگذارد و گروگان‌های ما را بازگرداند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، هم روز پنجشنبه گفت که مرگ یحیی سنوار، رهبر کشته شده ی گروه افراطی حماس، روز خوبی برای اسرائیل و جهان است و او فرصتی برای غزه بدون حماس می‌بیند. گروه حماس در فهرست
تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و آقای بایدن گفت که مرگ رهبر این گروه لحظه ای از آرامش برای اسرائیلی ها فراهم می کند و فرصتی برای نوار غزه بدون حضور یک گروه شبه نظامی بر مسند قدرت در غزه به وجود می آورد. آقای بایدن در بیانیه گفت یحیی سنوار مانعی بزرگ برای دستیابی به تمام این اهداف بود. آن مانع دیگر وجود ندارد، اما کار زیادی همچنان پیش روی ماست. بایدن همچنین افزود به زودی با نخست وزیر اسرائیل و دیگر رهبران اسرائیل صحبت خواهم کرد تا به آنها تبریک بگویم و راهکار بازگرداندن گروگانها به خانه هایشان و پایان دادن به این جنگ که باعث ویرانی بسیاری از مردم بیگناه شده است را بررسی کنیم. کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز پنجشنبه 26 مهر کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس توسط اسرائیل را گامی به سوی پیشرفت در جهت از بین بردن تهدید حماس برای اسرائیل توصیف کرد. خانم هریس در جمع خبرنگاران در میلواکی ویسکانسین گفت عدالت اجرا شده است و این لحظه به ما فرصتی می‌دهد تا سرانجام به جنگ در غزه پایان دهیم. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده هم با انتشار بیانیه‌ای نوشت که یحیی سنوار یک تروریست بی‌رحم و مسئول بزرگترین کشتار یهودیان از زمان هولوکاست بود که از اعمال خود هم هیچ احساس پشیمانی نداشت و جهان بدون او جای بهتری است. او افزود که ایالات متحده در کنار اسرائیل برای پاسخگویی به کسانی که مسئول حمله 7 اکتبر بودند می ایستد و تلاش می کند تا مطمئن شود چنین حمله ای هرگز تکرار نشود. آقای بلینکن در بیانیه خود نوشته است که در طول ماه‌های گذشته سنوار چندین بار تلاش‌های ایالات متحده و شرکایش را برای پایان دادن به این جنگ از طریق توافقی که گروگان‌ها را به خانواده‌هایشان بازگرداند و از رنج مردم فلسطین بکاهد رد کرد. او در ادامه نیز گفت که در روزهای آینده ایالات متحده تلاش‌های خود را با شرکا دوچندان خواهد کرد تا این درگیری را پایان دهد، تمام گروگان‌ها را آزاد کند و مسیری جدید را برای بازسازی زندگی مردم غزه و تحقق آرزوهای آنها بدون جنگ و بدون سلطه وحشیانه حماس باز کند. در همین رابطه و بنابر اعلام یک مقام آمریکایی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از تایید مرگ یحیی سنوار رهبر حماس در روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرد. دفتر نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به تبریک کشته شدن سنوار از سوی بایدن به نتانیاهو و تقدیر از ارتش این کشور برای انجام این عملیات گفت دو رهبر توافق کردند مرگ سنوار فرصتی برای ایجاد فشار برای آزادی گروگان‌ها در غزه ایجاد کرده است و آنها برای دستیابی به این هدف با یکدیگر همکاری خواهند کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با اشاره به اینکه در هفته‌های اخیر سنوار از مذاکره امتناع می‌کرد گفت کشته شدن یحیی سنوار فرصتی برای پایان دادن به جنگ غزه فراهم کرده و ایالات متحده تصمیم دارد طرح آتش بس و آزادی گروگان‌ها را پیش ببرد. پنتاگون هم با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که باید اطمینان حاصل کنیم که 7 اکتبر تکرار نشود. پنتاگون در این بیانیه همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا نقش مستقیمی در رسیدن به سنوار نداشت اعلام کرده اکنون اولویت بازگرداندن گروگان هاست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز روز پنجشنبه گفت مرگ یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس فرصتی حیاتی برای پایان دادن به جنگ یک ساله اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در غزه فراهم کرده است. آقای مکرون پس از مذاکرات نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت ما باید از این فرصت برای آزادی همه گروگان‌ها و پایان دادن به جنگ استفاده کنیم.
او همچنین تصریح کرد که ایران و گروه حزب الله بخش بزرگی از مسئولیت را در رابطه با وضعیت کنونی بر عهده دارند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری فرانسه افزود که ریشه های بی‌ثباتی در منطقه به اقدامات مستقیم و غیر مستقیم ایران که برای چندین سال از طریق گروه های نیابتی خود انجام داده است باز می‌گردد. بنابر این گزارش، آقای مکرون همچنین بار دیگر تأکید کرد که فرانسه در کنار اسرائیل و امنیت آن ایستاده است، اما این بدان معنا نیست که نمیتوان با نخست وزیر اسرائیل اختلاف نظر داشت. رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل خواست که به عملیات نظامی خود در لبنان پایان دهد و به حاکمیت آن کشور احترام بگذارد. همچنین ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه‌ای به مناسبت کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس به دست اسرائیل، تأکید کرد که او فردی بود که حملات تروریستی 7 اکتبر علیه اسرائیل را ترتیب داد که بدترین حمله به یهودیان از زمان هولوکاست بوده است. به نوشته خانم جولی، از یحیی سنوار به عنوان فردی یاد خواهد شد که به دنبال نابودی اسرائیل بود و برای مردم بیگناه فلسطین جز درد و تفرقه غیر قابل تصور و ناکامی در خدمت به منافع واقعی آنها نداشت. وزیر خارجه کانادا با تأکید بر اینکه میراث تروریسم سنوار باید به طور جهانی محکوم شود، با قربانیان حملات تروریستی حماس و همچنین خانواده‌های گروگان‌ها ابراز همدردی کرد و خواستار آن شد که حماس فوراً گروگان‌ها را آزاد کند، سلاح‌های خود را زمین بگذارد و هیچ نقشی در اداره آینده غزه نداشته باشد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، نیز خواستار آزادی همه گروگان‌ها در غزه شد و گفت کشورش برای مرگ یحیی سنوار سوگواری نخواهد کرد. به نوشته آقای استارمر، یحیی سنوار، طراح حملات 7 اکتبر سال گذشته، مرگبارترین روز در تاریخ یهودیان از زمان هولوکاست بود. نخست وزیر بریتانیا افزود: امروز فکر من با خانواده‌های قربانیان آن روز است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم در واکنش به خبر کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس، از او به عنوان یک تروریست که در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داشت یاد کرد. او یحیی سنوار را مسئول حمله وحشیانه 7 اکتبر خواند و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یحیی سنوار مانعی بر سر راه برقراری آتش‌بس فوری و آزادی بدون قید و شرط تمامی گروگان‌ها بود. آقای بورل همچنین خواستار پایان خشونت و آزادی گروگان‌ها و توقف رنج فلسطینیان شد. در نخستین واکنش مقامات جمهوری اسلامی، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس به دست نیروهای اسرائیلی را تقویت کننده روحیه مقاومت خواند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی خود در منطقه با عنوان مقاومت یاد می کند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس همچنین مدعی شده است که یحیی سنوار الگوی نوجوانان و کودکان فلسطینی خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه 26 مهر با انتقاد از زیر سوال بردن حق حاکمیت ملی ایران بر جزایر سگانه در نشست مشترک کشورهای عربی خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید کرد که حاکمیت ایران بر این جزایر در خلیج فارس قابل بحث نیست. او با بیان این مطلب در رسانه اجتماعی ایکس، اقدام مشترک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا را از پیامدهای ضعف و زبونی جمهوری اسلامی دانست و گفت رژیم جمهوری اسلامی با اقدامات خرابکارانه، تروریسم و باج‌خواهی ایران را به انزوا کشانده و جایگاه و احترام ایرانیان را در جامعه بین المللی خدشه‌دار کرده، به طوری که این رژیم ضد ملی اکنون بزرگترین تهدید برای آب و خاک و تمامیت ارضی ایران به شمار می رود.
فرزند پادشاه فقید ایران همچنین تصریح کرد شورای اروپا باید برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد و از تحریم‌های مجدد سازمان ملل متحد علیه رژیم حمایت می‌کرد، اما در عوض با حمایت از انحرافات تاریخ و نقض تمامیت ارضی ایران توسط استعمارگران به مردم ایران توهین کرده است. مقام های اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 25 مهر در بروکسل ایران را به اشغال جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در خلیج فارس متهم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تا با توجه به منشور سازمان ملل متحد در مورد لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها به آنچه اشغال این سه جزیره نامیدند پایان دهد. دفتر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی درباره آمادگی تهران برای مذاکره با فرانسه به منظور اجرای قطعنامه 1701 در لبنان کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بیروت را احضار کرد تا مواضع لبنان در این باره را به او ابلاغ کند. نجیب میقاتی پیشتر به اظهارات محمد باقر قالیباف واکنش نشان داد و از موضع او درباره آمادگی تهران برای مذاکره با فرانسه درباره اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ابراز تعجب کرد. میقاتی این موضوع را دخالتی آشکار در امور لبنان و تلاشی برای تحمیل نفوذ بر کشورش دانست. او تأکید کرد که در جریان سفر اخیر وزیر خارجه و رئیس مجلس جمهوری اسلامی به لبنان، مقامات لبنانی به آنها ضرورت درک شرایط این کشور را گوشزد کردند، به ویژه که لبنان در معرض حمله بی‌سابقه اسرائیل قرار دارد و دولت لبنان در حال رایزنی با همه دوستان خود از جمله فرانسه برای فشار به اسرائیل به منظور توقف درگیری هاست. میقاتی در ادامه اضافه کرد که مذاکرات برای اجرای قطعنامه 1701 به عهده دولت لبنان است و از همه طرف‌ها خواست که از این موضوع حمایت کنند و به جای تلاش برای تحمیل نفوذ از حق حاکمیت و منافع ملی لبنان حمایت کنند. اظهارات قالیباف در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو مطرح شد که در آن گفت ایران آماده است برای اجرای قطعنامه 1701 با فرانسه مذاکره کند. قالیباف در سخنانی از ژنو تصریح کرد که ایران برای مذاکره درباره اقدامات اجرایی این قطعنامه با فرانسه که به عنوان میانجی میان حزب الله و اسرائیل عمل خواهد کرد آمادگی دارد. او همچنین اظهار داشت که از نظر ایران اسرائیل به عنوان یک کشور وجود ندارد و آنچه که هست تنها یک رژیم صهیونیستی است که بازوی نظامی آمریکا به شمار می رود و گفتگو با آن فایده‌ای ندارد. با این حال قالیباف از آمادگی ایران برای مذاکره با فرانسه به عنوان روزنه‌ای از امید یاد کرد. به گزارش فیگارو، قالیباف خواستار اجرای کامل قطعنامه 1701 و استقرار نیروهای ارتش لبنان در سراسر مرز با اسرائیل شد، اما او اشاره‌ای نکرد که حزب الله بندهای این قطعنامه از جمله عقب نشینی به شمال رود لیتانی را رعایت نکرده است. گزارش ها حاکی از آن است که در جریان درگیری های زمینی که از اول اکتبر آغاز شد، نیروهای اسرائیلی موفق به کشف مقادیری از تسلیحات ضد تانک ساخت جمهوری اسلامی پنهان شده در روستاهای مرزی لبنان شدند. قالیباف در اظهارات خود همچنین بر لزوم توقف سریع آتش بس در جنوب لبنان تاکید کرد. آقای میقاتی پیشتر اعلام کرده بود که دولت به او تصمیم گرفته است درخواستی را به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کند تا برای آتش بس میان اسرائیل و کشورش تصمیم فوری اتخاذ کند.
او بر تعهد دولت لبنان به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت در همه ابعاد آن، به ویژه در بخش مربوط به استقرار ارتش در جنوب لبنان و تقویت حضور آن در مرزهای لبنان به منظور مهار و کاهش درگیری‌ها تاکید کرده بود. نخست وزیر لبنان در بیانیه روز جمعه خود تاکید کرده که مذاکره برای اجرای قطعنامه 1701 توسط دولت لبنان انجام می شود و سایر کشورها نباید به دنبال تحمیل احکام جدیدی باشند که در چارچوب همه ملاحظات ملی و حاکمیتی مردود است. عملکرد جمهوری اسلامی که به طور آشکار حامی گروه حزب الله لبنان به عنوان یکی از نیروهای نیابتی خود بوده، همواره انتقاداتی را از جمله در لبنان برانگیخته است. جمهوری اسلامی در طول این سالها نه تنها از گروه حزب الله حمایت‌های مالی و تسلیحاتی داشته، بلکه از طریق این گروه توانسته به طور غیر مستقیم در امور لبنان مداخله کند. حزب الله لبنان از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی آن را تروریستی می داند. حزب الله در جایگاه حزب سیاسی در پارلمان و دولت لبنان نمایندگانی دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که پس از سفر به اردن و مصر روز جمعه وارد ترکیه شد، در اظهاراتی گفت کشورهای منطقه درک مشترکی از خطر گسترش جنگ در منطقه دارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی گفت کشورهای منطقه نگران گسترش جنگ در منطقه هستند. این یک نگرانی غالب است و تلاش‌های دیپلماتیک برای کنترل تنش انجام شده است. او گفت در سفر به کشورهای مختلف مشورت‌ها و رایزنی‌های انجام دادیم و در ترکیه نیز با رئیس جمهوری و وزیر خارجه درباره جلوگیری از افزایش تنش در منطقه گفتگو خواهم کرد. عراقچی رابطه دولت ایران با ترکیه را خوب توصیف کرد و گفت همواره با ترکیه درباره مسائل و خطراتی که امنیت منطقه را تهدید می کند مشورت نزدیک داشته ایم و این بار نیز این رایزنی ها از جهت تحولات جاری و خطراتی که منطقه را از نظر افزایش تنش تهدید می کند مهمتر از همیشه خواهد بود. عراقچی که در اجلاس وزرای خارجه اجلاس 3+3 نیز شرکت خواهد کرد گفت جلسات کارشناسی انجام شده و در خصوص مسائل قفقاز گفتگوها و هماهنگی‌هایی صورت گرفته و بیانیه پایانی با حضور وزرای خارجه این کشورها امضا خواهد شد. سازوکار همکاری منطقه‌ای قفقاز با حضور وزرای خارجه ارمنستان، آذربایجان، روسیه، ایران و ترکیه برای حل مشکلات این منطقه آغاز به کار کرده است، ولی گرجستان دعوت در این اجلاس را به دلیل اشغال بخشی از قلمروی خود توسط ارتش روسیه نپذیرفته است. پس از آنکه دولت اسرائیل اعلام کرد حمله موشکی جمهوری اسلامی به آن کشور در 10 مهر ماه را تلافی خواهد کرد، عباس عراقچی در سفر به کشورهای منطقه تلاش گسترده‌ای را برای جلب حمایت آنها و کاهش خطر حمله اسرائیل که وزیر دفاع اسرائیل آن را غافلگیرانه، کوبنده و دردناک خوانده انجام داده است.